افزایش تنش ها میان شیعیان و سنی ها که همچنان ادامه داره، افزایش داره، و در این حال میبینیم که دولت های سنی روز به روز فشار را بر اقلیت شیعه بیشتر میکنن، وارد میکنن فشار را. و در همین حال با نزدیک شدن دهه فجر در ایران، دولت ایران به اقلیت سنی در این کشور فشار میاره. با هم گزارشی در این مورد داریم از همکارمون سیران شرفی که تماشا میکنیم. ایران کشوری است متشکل از باورها و گرایش‌های قومی مختلف. بیش از 25% از جمعیت ایران را سنی‌ها تشکیل می‌دهند. اما به دلیل غلبه اکثریت شیعه بر حکومت و دولت، این جمعیت 25% مورد بیمهری قرار گرفتند. این روند در بعد از انقلاب شدت گرفت. با توجه به گفته برخی از علمای دینی اهل سنت، وضعیت سنی ها در زمان سلسله پهلوی به مراتب بهتر از وضعیت آنان در حکومت جمهوری اسلامی بوده که اسم دین را هم یدک می کشد. مناطق سنی نشین ایران که شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان می باشد، همیشه مورد تبعیض قرار گرفتند، به طوری که حق اشتغال در هیچ یک از پست‌های مدیریتی و کلیدی کشور را ندارند و آنها را شهروندان درجه دو می نامند. بینش مذهبی اهل تسنن نه تنها تقارنی با ولایت فقیه که ریشه اش تشیع اثناعشری است ندارد، بلکه هر گونه ولایتی از جانب خلفای راشدین را مردود و خلاف شرع قلمداد می کند. از این رو سنی های ایران همیشه مورد ظن حاکمیت ولایت فقیهی ایران بودند. در دوره های مشخص سالهای گذشته هم اهل تسنن ایران بارها مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ابراز داشتند. فرمان جهاد آیت الله خمینی در 28 مرداد 1359 علیه مردم کردستان که به جنگ و درگیری خونین در شهرهای کردنشین غرب کشور انجامید، توسط سپاه پاسداران عملی شد. حضور پررنگ سپاه در مناطق سنی نشین نه تنها ناشی از بی‌اعتمادی به شهروندانی نیست که به لحاظ بینش مذهبی اصل ولایت فقیه را قبول ندارند، بلکه سپاه می‌کوشد مخالفان سیستم ولایت فقیه را کماکان در سکوت نگه دارد، حال آنکه طبق ماده 27 اساسنامه سپاه پاسداران، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه شرط عضویت در سپاه است. بنابراین سنی های ایران حتی شانس عضویت در سپاه را ندارند و همچنین در ذهن اهل تسنن ایران که 1/4 جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از سپاه یک نیروی بیگانه ترسیم کرده است. سپاه پاسداران در مناطق مختلف کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر مناطق سنی نشین ایران پایگاه های بسیار بیشتری از سایر مناطق کشور دارد که آن نیز با هدف کنترل شدید این مناطق اجرا شده است، و این موجب انتقاد شدید اهل تسنن از دولت مرکزی شده که در کنار سایر انتقادها همچنان به قوت خود باقی است. اهل تسنن همچنین خواستار تجدید نظر در سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت و احقاق حقوق ملی و مذهبی خود به عنوان یک ایرانی هستند. کامران ملک مطیعی، وین تی وی، واشنگتن.